بیانیه انجمن ملی پارتیزان های ایتالیا در پیتراسانتا طی نامه‌ای به رئیس جمهور برگزده مقامت ضمن ابراز همبستگی کامل خود با مردم ایران در مبارزه برای آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر اعلام کردند. ما از وقایع دهنده ایران که طی آن هزاران جوان علیه رژیم به خیابانها ریختند، مطلع شدیم. کشته و مجروح و زندانی شدن شماری از جوانان قیام کننده البته ما را دردمند و نگران می کند. ولی همزمان این آزمایش سخت مردم ایران است که خواستار آزادی از ظلم و بیعدالتی هستند. سرکوب شدید دولتی نمی تواند بر جنبش مردمی که با شجاعت برای یک ایران آزاد و دموکراتیک مبارزه می کنند پیروز شود. حزب دموکراتیک ایتالیا شاخه فیانو رومانو در همبستگی با مردم ایران اعلام کرد ما حمایت خود را از مردم ایران که این روزها برای تاکید بر دموکراسی آزادی مبارزه می کنند ابراز می داریم از دولت ایتالیا خواستاریم که همچنین در اتحادیه اروپا ابتکاراتی را برای متوقف کردن رژیم دیکتاتوری و برای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی اتخاذ کند همبستگی ما همچنین شورای ملی مقاومت ایران را که در این سالهای وحشتناک در کنار مردم ایران برای تاکید بر حقوق مدنی و دموکراتیک آنها مبارزه کرد را در بر بگیرد. انجمن فرهنگی رولاندو چکی پاندولفینی ایتالیات یک پیامی به رئیس جمهور برگزده مقاومت نوشت اعتراضات به حق هزاران هزار ایرانی که با فریاد نان، کار و آزادی به خیابان ها ریختند ادامه مبارزه است که سالهاست بر علیه رژیم آخوندها در جریان است. رژیم ایران به حقوق مردم ایران احترام نمیگذارد و حکومتی ضد آزادی و سرکوبگر است و بر روی فساد و امتیاز دادن به قشر محدودی پای ریزی شده است. به این دلیل است که در کانون اعتراضات تنها خواسته های اقتصادی نیست بلکه در است که همه سطوح جامعه را در بر می گیرد. در رس این اعتراضات همچنان شاهد حضور زنان هستیم که نه فقط بر علیه حجاب اجباری بلکه برای آزادی انتخاب، آزادی بیان و محقق کردن دموکراسی مبارزه می کنند. محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران به روزنامه عکاس چاپ عربستان گفت قیام مردم ایران تعادل قوا را علیه رژیم تغییر داده و دورانی که بعد از قیام مردم ایران شروع شده دوران آمادگی برای فرستادن این رژیم خونخوار به زبالدان تاریخ است عکاز نوشت محمد محدثین خاطر نشان کرد که مردم ایران در جریان این قیام با صدایی رسا گفتند نه و یفسود خامنی بعد از 13 روز سکوت در سخنرانی خود بر اثر شعارهای میلیون ها نفر از مردم در 139 شهر ایران که فریاد زدند مرگ بر خامنه ای و خامنه ای حیا کن مملکت را رها کن و مرگ بر دیکتاتور کنترل خود را از دست داده بود اوکاز افسود مخالفان رژیم تاکید کردند که قیام مردم ایران تعادل قوا را علیه رژیم ولایت فقیه تغییر داد آنها توضیح دادند که این قیام دیوار ترسی را در میان مردم ایران شکست که آخوندها توهم داشتند بعد از خشونت اعمال شده در قیام 2009 علیه آن مجددا شعلهور نخواهد شد روزنامه اوکاز به نقل از محمد محدسین اضافه کرد همه آنچه رژیم آخوندی به طور عام در 38 سال گذشته و به طور خاص بعد از قیام سال 2009 در جهت آن تلاش کرده بود به باد داده شد قیام کنونی نماینگر حد فاصل بین دو دوره است ضمن اینکه هر آنچه رژیم در جهت آن تلاش کرده و تمام ترسی را که در کشور ساخته بود تماما فرو ریخت و دوران بعد از قیام دوران آمادگی برای فرستادن این رژیم خونخوار به زبالدان تاریخ است